یکی از توجیهاتی که برای اجرای یک همچی طرحی در میانکاله مطرح شده این هست که به بیکاری مردم کمک میکنه. تجربه در خوزستان نشون داده که صنایع نفتی نعمت نبوده برای اونها، نقمت بوده. یعنی یک فقر زیادی در منطقه هست، اما اشتغال آدم‌های بومی در اونجا تقریبا میشه گفت حداقلی هست. در میانکاله وضعیت چگونه است؟ امیدی هست؟ ببینید، من فکر میکنم این که طنز خیلی تلخی هست که در واقع مسئولین مربوطه گفتن که این، یا نماینده مجلس در مازندران گفته که این طرح باعث حل مشکلات اشتغال حتی بخشی از اون میشه، چون در یک شرکت پتروشیمی نهایتاً بین 400 تا 600 نفر مشغول به کار میشن که بخش عمدهشون نیروهای متخصصی هستن که اساساً ممکنه در اون جامعه محلی نباشن. و وقتی قیاس میکنیم فرصت‌هایی که یک شرکت پتروشیمی از زیست محیط میگیره، در واقع فرصت‌های شغلی که نابود میکنه با خودش از بین میبره، اونم در یک محیط مثل محیط میانکاله، به خوبی روشن هست که اساساً آنچه که مردم از دست میدن قابل قیاس با آنچه که به دست میارن نیست، حتی در حوزه اشتغال. من برای مثال ماهشهر رو مثال میزنم. به سالیان سال بومیان ماهشهر با ماهیگیری با کشاورزی در واقع روزگار میگذروندن و اون منطقه یک منطقه بود که برخورداری داشت. با اومدن 17 شرکت پتروشیمی در ماهشهر قاعدتا باید مشکل اشتغال در این منطقه حل شده باشه، ولی شما دیدید در چند سال گذشته هر بار اعتراضات در خوزستان و در ایران اتفاق افتاده، نقطه ثقل اعتراضها به خصوص به موضوع معیشت و اشتغال در ماهشهر بوده و شاهد صحنه‌های بسیار غم انگیزی مثل صحنه در واقع کشتار نیزار در ماهشهر ما بودیم. و همین امروز هم شما در اعتراضات کارگری که در ایران اخبارش منتشر میشه وقتی دنبال میکنید، میبینید اکثر این اعتراضها در ماهشهر، در آبادان، در اهواز، در شهرهایی هست که اینا قطب صنعتی هستن، قطب نفتی هستن. نه خیر، در ماهشهر اومدن شرکت‌های پتروشیمی آب رو آلوده کرد، محیط زیست رو از بین برد، بخشی از آب خامی که باید صرف کشاورزی میشد رو از کارون گرفت، در پتروشیمی فجر تصفیه کرد، بخش خوب آب رو در اختیار در واقع شرکت‌های پتروشیمی قرار داد و همه اینا باعث شد کسب و کار قدیمی مردم در اون منطقه از بین بره و نسبت اشتغالی که ایجاد شده به نسبت آنچه که مردم از دست دادن واقعا قابل قیاس نیست. بنابراین در میانکاله به نظر من دورنما تأثیرات، حتی اگر این شرکت پتروشیمی به سرانجام برسه، یعنی ما فرض کنیم که فرصت پولشویی و استفاده تحصیلات برای امثال آقای عبدالله عبدی نیست، تأسیس یک همچین شرکتی در دراز مدت اثرات جبران ناپذیری بر مویزیس خواهد داشت و قطعا زندگی مردم رو در اون منطقه هم به لحاظ شغلی و هم به لحاظ معیشتی و هم سلامت مختل میکنه.